رفقا سلام، چطوری؟ من محمد یزدانی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد قابلیت‌های جدید iOS 15 و 4 صحبت بکنم. iOS 15.4 که یه سری قابلیت جذاب داره، از جمله باز کردن آیفون با ماسک. این خیلی جذابه و قابلیتی که مدت‌ها منتظرش بودیم و بالاخره اومد. قبلا البته با یه سری ابزارا مثل اپل واچ میشد این کارو کرد، اما دیگه الان همه میتونن از فیس آیدی استفاده بکنن برای باز کردن گوشیشون وقتی که ماسک به چهره دارن. یه سری قابلیت جدید دیگه هم هست که بهتون میگم. بریم بپردازیم به باز کردن گوشی با ماسک. من میرم توی ستینگم. ببینید، قبلا که شما حتما تنظیم کردید چهرهتون رو به عنوان فیس آیدی برای فیس آیدی و ضبط شده چهرهتون، الان کافیه یه بار دیگه بریم توی تنظیمات و بدون ماسک یه بار دیگه چهرهتون رو تنظیم بکنید. الان یه گزینه اومده، البته قبلش حتما یادتون باشه که آپدیت کرده باشید و iOS 15 و 4 رو نصب داشته باشید. ببینید iOS منم بله 15 و 4. من میرم توی ستینگ، توی قسمت فیس آیدی اند ماسک چیه؟ فیس آیدی اند پسکد. اینجا پسورد رو میزنم و توی این قسمت میبینید یه گزینه اضافه شده نوشته فیس آیدی ویث ماسک، یعنی که باز کردن گوشی در حالی که ماسک به چهره دارید. اینو اگر روشنش بکنید یه بار میره توی همون فیس آیدی، یه بار دیگه با چهرهتون رو تنظیم بکنید بدون ماسک. تاکید میکنم ماسک چیه؟ بدون ماسک. تاکید میکنم که بدون ماسک این کارو انجام بدید. خودش هم اینجا براتون نوشته. و بعد از اون به بعدی که شما میتونید با ماسک گوشی خودتون رو باز بکنید. الان من تست میکنم بهتون میگم. خب رفقا، من دیدین مراحل رو دوباره رفتم ثبت کردم چهره خودم رو بدون ماسک و الان ماسک به چهره زدم ببینم که باز میکنه گوشی رو یا نه. الان خیلی سریع بله میبینی که باز میکنه گوشی رو. من ویدیوشو براتون میذارم، خیلی راحته. یکم البته دیلی داره یه کوچولو، الان من حس میکنم نسبت به زمانی که ماسک به چهره ندارم یه کوچولو دیلی داره، ولی قابل قبوله، خیلی سریع باز میکنه براتون. یه گزینه هم بچا بهتون بگم، توی همون قسمت فیس آیدی اند پسکد شما اگر وارد بشید یه گزینه زیر همون فیس آیدی ویث ماسک اضافه شده نوشته اد گلاسز. این واسه زمانی که شما ماسک به چهره دارین و عینک طبی زدین، چون شناسایی چهره شما تو این حالت دیگه خیلی سخت میشه، میتونین عینکتون رو هم اضافه بکنید که با عینک هم خیلی راحت شما رو تشخیص بده. البته من الان عینکمو ثبت نکردم، با این عینک منو شناخت، ولی خب این گزینه هم گذاشته که دیگه شما خیلی راحت تر بتونین با عینک هم گوشی رو باز بکنین. البته که توی توضیحاتش خودشون پایین نوشته که شامل عینک آفتابی نمیشه، یعنی عینک آفتابی رو نمیتونید استفاده بکنید احتمالاً. حالا من تست میکنم، باز نتیجه رو بهتون میگم. اینم از این مهمترین قابلیت iOS 15 و 4 بود که از این به بعد همه کسایی که فیس آیدی دارن گوشیشون توی گوشیشون میتونن گوشی رو با ماسک باز بکنن. من ماسک رو در میارم، بریم سراغ ادامه ویدیو. یه سری قابلیت جذاب دیگه هم داریم، از جمله اضافه شدن یه سری ایموجی که من براتون میذارم. الان توی تصویر گذاشتم ایموجی جدید اپل رو میبینید که خیلی خوبه، خیلی قشنگه و قابل استفاده است، کاربردیه. اما یه ایموجی اضافه شده، مرد حامله. اینو ما کجای دلمون بذاریم؟ یعنی ما چیکار کنیم با این ایموجی؟ کجا میتونه کاربرد داشته باشه؟ مرد حامله هم ایموجی جدیدیه که الان به iOS، یعنی توی iOS 15 و 4 اضافه شده، شما میتونید استفاده بکنید. کاربردش اگه شما میدونید به منم بگید که ما هم استفاده بکنیم. قابلیت بعدی اضافه شدن یه صدای جدید به سیریه. اگر شما توی تنظیمات سیری وارد بشید، اینجا یه گزینه هست توی قسمت سیری وایس، میبینید که اگر زبان آمریکایی رو انتخاب کرده باشید اون بالا یه صدای شماره 5 هم اضافه شده که این 5 جدیده و از این 5 میتونید استفاده بکنید. اگر که دوست دارید از صدای متنوع سیری استفاده بکنید، مرد باشه، زن باشه، لهجه‌های مختلف داشته باشه، از این صدای جدید هم میتونید استفاده بکنید. دمتون گرم، مرسی که تا این آخر با من همراه بودید. حتما ویدیو رو لایک بکنید و پایین سمت راست ویدیو سابسکرایب بزنید، عضو کانال بشید. میبینید که خیلی خوش میگذره، قابلیت های جذاب، ترفندهای باحال، اپلیکیشن های خیلی خفن و جذاب و معرفی و بررسی گجت ها رو داریم که حتما کلی چیزا یاد میگیرید و بهتون خوش میگذره. حتما سابسکرایب بکنید و عضو کانال ما بشید. دمتون گرم، ممنون که تا این آخر با من همراه بودید. مرسی از توجهتون. چه طولانی شد. باز کردن گوشی با ماسک اینجوری باز بکنم. جذاب، خیلی خفن و جذاب و و
و معرفی و بررسی گجت ها رو داریم که حتما بهتون خوش میگذره و حتما کلی چیز جذاب. دم احمدتون گرم، مرسی که تا این آخر با من همراه بودید.